بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار محترم آقای حیاتی و همه بینندگان عزیزی که تصویر بنده رو از باند فرودگاه مهرآباد مشاهده میکنن. هم اکنون در خدمت آقای دکتر مصطفی هستیم. آقای دکتر خسته نباشید، میگم خدمت شما، میشه بفرمایید این سفری که داشتین چه قراردادهایی درش مطرح شده و این قراردادها چه تأثیری بر روند تولیدات داخلی ما داشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون. در همه قراردادها اصل اساسی حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی مد نظر ما بوده. در تمام گفتگوها با کشورهای دیگه ما از این به بعد تمرکز خواهیم کرد روی صادرات. سرورم، بنده خدمت شما عرض کردم که خیالتون راحت، تمام مأموریت با دقت انجام شد. خیالتون راحت، بنده به سرعت دارم میرسم خدمتتون تا جلسه رو همونجا تشکیل بدیم. من دارم میرم بیستون. خداحافظ. خداحافظ. چی اینجا گذاشتن؟ دوستان و مردم هم مثل شما هستن دیگه، من واقعا عذرخواهی میکنم، این ابلاغیه دولتی هست، از دست منم چه کاری ساخته نیست. بسیار خوب، برای اینکه مردم معطل نشن راه رو باز کنید. بفرمایید آقا، بفرمایید. این گوشیتون رو بذارید توی سبد لطفا. بله، متشکرم. هر چیز دیگه ای هم مثل اون گوشیتون هست اونا رو هم به همراهش بذارین توی سبد، ممنون میشم. تسبیحتون هم بی زحمت بندازید توی سبد. مصطفی را اساس خواهی میکنم. مادر جان تشریف بیارید. تشریف بیارید. شما خسته شدید، خیلی وقت ایستادید. بفرمایید. یعنی چی آقا مسخره‌شو درآوردین؟ همه دارن رد میشن به راحتی که. جا مصطفی من میدونم شما خسته اید. اما طبق ابلاغیه جدید دولت که بهتون نشون دادم، هیچ کالای خارجی از اینجا نمیتونه رد شه. بعد غیر از کالاهای خارجی، به برگه‌ها و پوشه‌های قراردادی وارداتی هم حساسیت داره. بله بله. عزیزی من این لازم نیست، من راحتم، شما برو سوار شو.